سلام از میکنم خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه بحثمون و از مونگوز سه تا نکته مونده که بگم و دیگه این بحث مونگوز رو ببندیم جلسه بعدی بیام سراغ مبحث جدید خب رسیدیم به ثبت سفارش من یه چیزی توی دیتابیس نشونتون بدم زمانی که ما داریم سفارش رو ثبت میکنیم از محصولمون فقط میام چی رو ذخیره میکنیم آیدی شو خب و خود مشخصات محصول اینجا ذخیره نمیشه این اصلا خوب نیست بهتره که در حقیقت خود مشخصات محصول هم ذخیره بشه حالا چجوری این کارو بکنیم باید بزرگش کنم اینو خیلی توی شاپ کنترلر توی پست اوردر که دارم در حقیقت سفارشمو تو دیتابیس ثبت میکنم خب اینجا که دارم پروداکت رو ذخیره میکنم من فقط دارم پروداکت آیدی رو ذخیره میکنم این پروداکت آیدی بچه ها به خودی خود کلی اطلاعات دیگه هم داخلش هست صرفا یک آیدی نیست میام چیکار میکنم به این صوره. از مونگوز اینجا کمک میکنم اینو میزنم داخل یک آبجکت بعد یه اسپرد اپراتور میزنم پشتش بعد میگم که این پروداکت آیدی شناسه یک محصولیه یک معنی مفهومی داره از مونگوز میتونید استفاده کنید با اندرسکور داک داکیومنت مرتبط با این پروداکت آیدی رو برای من میاره و با اسفید اوپراتور اینجا خوردش میکنه میشه یه آبجکت بریم الان اینو چک بکنیم خب بذار من فقط سفارش قبلی رو پاک کنم تمام سفارشات با شکل و, شکل و ظاهر جدید بیاد خب من این محصول به این اضافه کنم این شد دو تا یکی دیگه از اون یکی هم اضافه کنم خیلی ارده رو میزنم خب اینو فعلا درست نکردم ایراد نداره یه رفرش میکنم ببینیم آیا کل اطلاعاتش اومده یا نه یا کنید همچنان نیامده همچنان داره آیدی رو ذخیره میکنه و اون چیزی که من میخوام البته وایستید اینا شش ببخشید اینجا هست اینا شش. اطلاعات کل اطلاعات اون محصول رو من آورد تایتلش پرایسش دسکریپشن و حتی ایمیج آورد پس الان مشکلمون حل شد خب موضوع بعدی که میخوام روش کار کنیم اینه که ما باید در حقیقت زمانی که ثبت سفارش میکنیم سبد خریدمون خالی بشه اینا سبد خرید من همچنان توش اینا هستش و این اصلا درست نیست خب من دوباره سفارش رو پاک میکنم برمیگردم اینجا برای اینکه بخوام یه همچین کاری بکنم اول باید تو یوزر مدلم یه پاک کردن سبد خرید داشته باشم پس یه متد جدید نیاز دارم یوزر اسکیما دات متد دات اسمشو میذارم کلین کلیر کارت خب یه فانکشنه که سبد خرید رو میگیره تبدیلش میکنه به یه سبد خرید خالی این از این و در نهایت ریتر میکنه this.save خب این از این حالا فقط کافی که متد رو تو جای مناسبش استفاده کنم کجا ازش استفاده کنم من اینو بیارم اینجا توی شاپ کنترلر اونجا که دارم بر میگردم توی صفحه در حقیقت اردرم اینجا باید چیکار کنم باید در حقیقت سرد و خالی کنم پس میام اینجا میگم ریتن بکن ریکوست user. یوزر کلین card. این یه پرامیس به من برمیگردونه که من این رو باید تو پرامیس این بزنم پس اینا اینجا اینجا برمیدارم خب یه دات دن اینجا دوباره میذارم هن بریم چک کنیم من اینو دارم اینو ثبت سفارش میکنم برمیگردم سبد خریدم خالی شده بسیار عالی و یوزر هم الان نباید باید خریدش خالی باید باشه دیگه اوکی امتیه این از این موضوع دوم پس دو تا موضوع این جلسه دیدیم با هم دیگه یکی خالی کردن سبد خرید یکی هم در حقیقت ذخیره کردن کل اطلاعات مربوط به محصول اما به مورد سوم صفحه سفارشات ما صفحه صفحه سفارشاتمون درست کار نمیکنه زمانی که این صفحه سفارشات هیچی نشون نمیده که این هم کار خاصی نداره باید متودش رو درست بکنیم برمیگردیم توی شاپ کنترلر اینجا یه چیزی دارم به نام گت اوردرز اینو باید درستش بکنیم این مال قبلی است خب اما چیکار بکنیم توی get orders خب من میگم که ببین اینجا میتونم بگم که برو توی مدل اوردرم خب تمام سفارشات مرتبط با این یوزر رو برای من بیار پس میگم برو تو مدل اوردرم بگرد تمام سفارشاتی که تمام سفارشاتی مدل اردر رو, رو, رو نگاه کنید یوزر یوزر آیدی اینجوری به این صورته میگم تمام سفارشاتی که یوزر یوزر شون برابر ریکوست داد یوزر اندرسکور آیدیه اونا رو برای من بیار بعد چیکار کن اینو دیگه میتونم پاک کنم ده اوردر در اینجا بدهش که مثل همونه هیچ فرق نمیکنه پس میگم برو تو مدل یوزر اوردر بگرد اونایی که یوزر آیدی شون برابر اینا رو برای من بیار سفارشات این کاربر رو برای بر من بیار یه رفرش میکنم آو راستی روتشون رو شاپ روت ویوش هم باید ادیت کنیم طبیعتا بیم توی ویو شاپ اوردرز اینجا باید چند تا تغییر بدم اولین تغییری که باید بدیم اینه که پروداکت تایتلش تو مستقیما تو پروداکت نیست خب اینجا نگاه کنید پروداکت پروداکت تایتل نگاه پروداکت پروداکت تایتل یعنی داخل پروداکته پس یه دات پروداکت من اینجا بذارم پس اینو میکنم پی برای اینکه قاطی نشه میشه پی این یعنی میگم تایتل تو پروداکته بعد کوانتیتی مستقیما داخل P. یا میکنید کوانتیتی زیر مجموعه چیزی نیستش تایتل زیر مجموعه ولی کوانتیتی زیر مجموعه هیچ نیست مستقیما داخل پروداکته پس پی کوانتیتی و فکر کنم همین کفایت کنه یه رفرش کنم هنوز یه گیری داره مثل این که بذاره نگاه بکنم گیرش کجاست هنوز یه گیری داره آه, order items آه, اینجاش هم مشکل داره بچه خب اینجاش هم باید بشه بستید order پروداکت دیگه آیتم نداریم اینجا اوکی. این آیدی سفارشمه همه جفت سفارش همه که اینجا دارم میبینم اشون خیلی عالی فقط این که لا لا بچه ها ببخشید ایچ اینو بکنم اچ 2 یه ذره بشه بهتر حتی تو ایچ هم از من جا داره اوکی. خیلی خوب اینم از این سه تا موضوعی که از منفص قبلیمون باقی مونده بود و در حقیقت دیگه تمامه بحث مونگوز بریم بیایم جلسه بعدی میریم سراغ سشن و کوکی صحبت بکنیم فعلا خداست